السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باروز این که خداوند عبادات و طاعاتمون رو در این ماه مبارک به درگاهش قبول فرمایان و اونگونه که شایسته هست در این ایام و شبهای مانده از این ماه که دو سوم اون مانده توفیق طاعت و بندگی به ما عطا بکنن، خدا رو شاکر باشیم، شکر بکنیم و سپاسگزار باشیم که در این ماه عظیم، ماه مبارک، توفیق بندگی و طاعت به ما عطا کرده. خداوند در هر لحظه بر بندگانش منت و فضلی دارد. در روایتی هست که در هر شب و روز خداوند به بندگانش فضل و کرم می کند و بر اونها منتی می گذارد و بهترین نعمت و منتی که خدا بر بندگانش می نهد ذکر خداست که به بندگانش الهام می کند، توفیق یاد خدا و ذکر خدا به اونها می دهد. اینه که لحظه ای که ما با خدا باشیم، ذکر خدا داشته باشیم، عبادتی بکنیم، کاری که خدا راضی می شود، این توفیق الهی و منت خدا بدونیم و خدا رو شکر بکنیم که خدا همچه نعمتی و همچه توفیقی رو به من داده. من جمله حالا خود ماه مبارک رمضان، روزه گرفتن، نماز خوندن، عبادت و طاعت به هر نحوی که و به هر قدر و کیفیتی که باشه خدا رو شکر بکنیم و از خدا هم بخوایم که عباداتمون رو قبول بکنه. ما هر وقت، حالا نه تنها در ماه مبارک رمضان، هر وقت عبادتی رو انجام دادیم هم شکر خدا بکنیم بر این عبادت و از حول و قوت خدا بدونیم و هم دعا بکنیم که خدا قبول بکنه، چون مؤمن و مسلمان همیشه در صدد اینه که اون طاعت و بندگی رو که انجام داده خدا ازش قبول بفرماید و فکر و ذهنش به همینم مشغوله. والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجله انهم الی ربهم راجعون، کسانی که خدا وصفشون میکنه به عنوان مؤمنین حقیقی اونهایی هستن که اون چه خدا به اونها داده برای خدا و در راه خدا میدن و به کار میگیرن، دلشون حراسان است، با ترس و خوف و خشیت و حراس از خدا، زیرا به سوی خدا بر میگردن. اینا طبق تفسیری که پیامبر علیه السلام دارن کسانی نیستن که اهل گناه و اهل خلاف و معصیت بودن، اینا اهل طاعت و بندگی هن، اهل نماز، اهل روزه، اهل صدقه، ولی ترسشون از اینه که مبادا از اونها قبول نشود. پس مؤمن عباداتی رو که انجام میدهد از خدا هم میخواهد که خدایا ازم قبول بفرما. ما هم به همین صورت هر روز روزه ای که میگیریم و در هر روز و شب رمضان اگر عبادتی داریم از خدا هم بخوایم که خداوند از ما بپذیرد. و اساسا خود دعا کردن جزو برنامه های اکید زندگی ما بایستی باشه، یعنی هر شب و هر روز، نه تنها در رمضان، حالا تو ماه مبارک رمضان بیشتر، دعا کردن و دست رو به سوی خدا بالا بردن و خدا رو صدا زدن، این جزو برنامه روزمره ما باشه، یعنی در رمضان و غیر از رمضان، به خصوص حالا انشاءالله توضیح داده خواهد شد در ماه رمضان بیشتر این کار رو بکنیم. چون اساسا خود دعا کردن به عنوان عبادت و بلکه بهترین عبادتی است که یک مؤمن انجام میدهد. در روایتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده که فرمودند الدعاء
افضل العباده و در روایتی الدعاء هو العباده. بعد این آیه رو خوندن که وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فرمودن دعا همون عبادت و در روایتی دعا بهترین و برترین عبادت و بندگی است. بعد این آیه رو جهت بیان معنا و مفهوم اون تلاوت فرمودن که و پروردگار شما چنین فرموده، خداوند خودش میگه و قال ربکم ادعونی، خداوند چنین فرموده که به بندگانش که مرا صدا بزنید، ادعونی از من بخواهید، استجب لکم تا من بتون بدهم. این از یه طرف خدا میخواد بگه که ای بندگانم اگر از من نخواهید، طلب نکنید، منم بتون نمیدم، از من بخواهید، طلب بکنید، درخواست بکنید تا من به شما بدهم. و کسانی که از عبادت من و پرستش و بندگی من سرباز بزنن، خودداری بکنن، یعنی دعا نکنن، تو این آیه منظور از عبادت دعاست، و کسانی که دعا نکنن یعنی گویا از عبادت و بندگی خدا خودداری کردن، و کسی که خودش رو بزرگتر از خدا و بندگی خدا بدونه که مشخص خداوند اونها رو سرازیر جهنم و دوزخ میکنه در حالی که خار و ذلیل و گرفتارن. پس اینه که دعا یادمون نره، اونم در ماه رمضان، بلکه بهترین عبادتمون دعا بایستی باشه. در نماز ما مثلا در خود سجود که بهترین لحظه عبادت و بندگیست، پیامبر فرمودن علیه الصلاه و السلام شما در رکوع خدا رو تعظیم بکنید، سبحان ربی العظیم و بحمده سبوح قدوس و رب الملائکه و روح، اوراد اذکاری که تو رکوع هست جای دعا نیست، تو رکوع جای خوندن قرآن نیست، تو رکوع قرآن در قیام آدم میخونه وقتی ایستاده، اما در رکوع جای تعظیمه. و سجود درسته که بازم ما سبحان ربی الاعلا و بحمده رو میگیم، ولی محلی است که پیامبر توصیه کردن که شما دعا بکنید تا میتوانید در سجود دعا بکنید، به خدا نزدیک شدید، حالا دعا بکن. چرا؟ چون همه ماها مشکل داریم، گرفتاری داریم، درد دل داریم و طلب و حاجت داریم. مهمترین حاجتمون که از خدا بایستی بخواهیم طلب بهشت و نجات از جهنم، این دیگه حاجت هر روزمونه، بلکه جزو اوراد و اذکار صبحگاه و شامگاه، یعنی قبل از طلوع خورشید و قبل از غروب خورشید، اوراد اذکاری که مسلمان میخونه، یکی از اوراد اذکار دعاست، دعای بهشت و به خدا پناه بردن از آتش جهنم و دوزخ. اللهم اني اسالك الجنه و اعوذ بك من النار، در برخی روایات 7 مرتبه و در برخی روایات 3 مرتبه وارده که انسان قبل از طلوع و قبل از غروب خورشید بگه به عنوان اوراد اذکار، یعنی که جزو برنامه های روزمره ما باشه دعا کردن، به خصوص همچه دعایی که آدم برای سرنوشت خودش دعا بکنه و از خدا طلب بکنه که خدا بهش بهشت بده. پس تو سجود که بهترین لحظه و نزدیکترین لحظه انسان به خداست، دعا فراموش نکن. پیامبر میفرمایند علیه السلام بعد از التحیات و کما صلیت که خوندیم در تشهد، خب یه سری دعاها وارده و هر دعایی که آدم بخواد برای خودش میتونه بکنه قبل از سلام دادن، التحیات خوندیم، کما صلیت خوندیم، بعد دعاهایی که وارد، اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم و من عذاب القبر تا آخرش خوندیم، یا اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا که وارده، یه سری دعاها وارده. بعد هر دعایی که خواستید برای خودت بکن، بعد سلام نماز بده. بعد از نماز وارده که یکی از زمانهایی که دعا قبول میشه بعد از نمازهاست. ما نماز فرض رو انجام دادیم و نماز فرض وقتی آدم میخونه به خدا نزدیک میشه، به خدا نزدیک شدید، دعا بکن. یعنی شما تصور بکنید اگر مثلا ما مشکلی داشته باشیم، بعد مسئول و رئیسی که میتونه مشکل ما رو حل بکنه یه وقتی مثلا حالا یا خونه ما بیاد یا ما بریم خونش، یه
مسئله مثلا پیش بیاد و از طریق دوست آشنا ما مثلا بریم خونه یک مسئولی که اون مسئول میتونه مشکل ما حل بکنه. اگر ما رفتیم خونش یا خونه ما اومد میگیم حالا وقتشه، حالا از این فرصت استفاده بکنیم یه نامه‌ای بهش بدیم، مشکلمونو بهش مطرح بکنیم که میتونه مشکل ما حل بکنه، خوشحالم میشید که حالا فرصت خوبی پیش اومده. ما مثلا در ماه رمضانیم، تو نماز یا خارج از نماز، روز جمعه بلخص بعد از نماز عصر جمعه ساعت استجابت دعاست، خوشحال باشیم که حالا فرصت بسیار مناسبی گیر آوردیم مشکلمونو با خدا بگیم.